الحسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا قمر العشيرة السلام عليك يا حامل اللباء. این عبارات برای خیلی از عزیزان آشناس، اونایی که کربلا مشرف بشن گوشه کنار ذریح دور تا دور ذریح ابوالفضل این سلام ها و این القاب نوشته شده. السلام عليك يا ساقي العطاشا، السلام عليك يا كفيل الزينه، رخصت بده از داغ شقایق بنویسم، از بغض گلوگیر دقایق بنویسم، میخواهم از آن ساقی عاشق بنویسم، نم نم به خروش آیم و هق هق بنویسم، دلخون شد و از معرکه دلدار نیامد، ای اهل حرم میر و علم دار نیام. یه همه بلدید این بارها، این ابیات شنیدید، دلم میخواد شب تاسوعا همه روز خون بشن، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، ای اهل حرم میر و علم، در هر قدمت هر نفست جلوه ذات است، عباس وصف تو فراتر ز شعور کلمات است، در حسرت لبهای تو لبهای فرات است، نه اینکه لب تو حسرت آب باشه، آب تو حسرت لبهای تو مون. وقتی رسید کنار شریعه بعضیا بی‌معرفتی میکنن، میگن میخواست آب بخوره، یاد تشنگی حسین افتاد، اصلا عباس برای آب خوردن نیامده بود کنار القمه. خیلی عجیبه، مقتل میگه دست برد زیر آب، آب و بالا آورد، انگار میخواست با آب حرف بزنه، اتمام حجت کنه. خیلی این عبارت معناش بلنده، آبو که بالا آورد نوشتن ورمل ما اعل الماء. خیلی من گشتم دنبال یه معنای روان که این رمل ما اعل الماء یعنی چی. عباس چرا آب رو محکم زد روی آب؟ آب و آورد بالا، محکم کوبید روی آب. یه اهل دلی معنای لطیفی داره، میگه این آب و آورد بالا کوبید روی آب، شاید میخواست یه سیلی به آب بزنه، یه نهیبی به آب بزنه، یه نگاه به آب کرد، صدا زد ای آب بچه های حسین تشنن، بچه های حسین تو حال عطشن، صدای العطششون بلنده، تو داری موج میزنی، علی اصغر داره بال بال میزنه.
خیلی شاعر قشنگ آورده، خیلی زیبا این زبان حال گفتگوی ابوالفضل با آبه. نمیدونم چند بیتش یادمه تقدیم کنم. چو دید تشنه لبهای خشک او دریاست، به آب خیره شد و نالش ز دل برخاست. شروع کرد با آب حرف زدن زبان حال عباسه، صدا زد ای آب تو موج میزنی و تو موج میزنی و تشنه یوسف زهراست. نوای العطش از خیمه ها برپاست، صدا زد آب قسم به فاطمه هرگز تو را نمی نوشم که در تو عکس لب خشک سید و شهداست. خیلی زیباست این یه بیت. صدا زد آب ز شیرخواره برایت پیام آوردم، این همه را اومدم یه پیغام رو بهت بدم. ز شیرخواره برایت پیام آوردم، پیام داده که ای آب غیرت تو کجاست. الله اکبر. آره اینجوری، آب تو حسرت لبهای توست، در هر نفست هر قدمت جلوه ذات است. وصف تو فراتر ز شعور کلمات است، در حسرت لبهای تو لبهای فرات است. عالم همه از این همه ایثار تو مات است. حالا اهل ناله از القم باب دیده خونبار نیامد، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد. برسون صدا تو کربلا، ای اهل حرم میر و علم دار. سقای حسین سید و سالار، افتاد نگاه تو به مهتاب دلش ریخت. اهل ذوق و اهل شعر. افتاد نگاه تو به مهتاب دلش ریخت، وقتی به دل آب زدی آب دلش ریخت. فرق تو شکوفا شد و ارباب دلش ریخت، با سجده خونین تو محراب دلش ریخت. اونایی که ناله دارن صد حیف که آن یار وفادار نیامد، ای اهل حرم میر و علم. هر کی کار داره با عباس بگه ای اهل حرم میر و علم. سقای حسین سید و سالار، ای القم از عطر تو لبریز برادر، ای قصه دست تو غم‌انگیز برادر. چه دستی بود این دست، دارم اون روزی رو میبینم که این دستا تو بغل حسینه. این گریه مال الان نیست، مال اون ساعته. داستان دست از اون لحظه شروع شد و از اون ساعت. جانم فداد یا ابوالفضل. این داستان ادامه پیدا کرد تا رسید به کربلا. همون دست ها رو ابی عبدالله از روی خاک برداشت، همون دست ها رو بغل کرد بوسید. اما به کربلا ختم نمیشه. میدونید آخر این داستان کجاست؟ فردای قیامت میبینن مادرش این دستا رو بغل کرده. امام صادق فرمود سبب شفاعت همین دست هاست. مادرم با این دست ها میاد
دست میگیره از شیعیانش، برم روزه شب تا سو آب. گفتم دستارو بغل کرد ابی عبدالله، عزیز دلم فرمودن همچی که این داغ، این همه ابی عبدالله داغ دیده، این همه برادر از دست داده، مدینه برادر بزرگترشو از دست داده، تو کربلا سه تا برادرای عباسو از دست داد، اما هیچ وقت اینجوری نشد. اما تا رسید کنار علقمه، تا نگاش به عباس افتاد، بان الانکسار. یعنی چی بان الانکسار؟ معنای خیلی عامیانش اینه، یعنی تا نگاش به عباس افتاد، رنگ از چهره حسین پرید. بمیرم برات آقا جان. رسید کنار بدن، پاشو عباس. این زبان حال ابی عبدالله خیلی جان سوزه. چه کرده با دلهای این همه عاشق شب تا سوا؟ شروع کرد با عباس حرف زدن، پاشو عباس، پاشو جون زهرا و ام البنین، پاشو عباس، پاشو التماس حرم رو ببین، پاشو عباس، نکش اینقدر بازوات و زمین. تا دید حسین اومده مقتل مقرم این عبارتو داره، تا نگاش به ابی عبدالله افتاد کوه ادب ابوالفضل. تا حالا نشده حسین بیاد عباس رو زمین افتاده باشه، دیدن هی بازواش رو خاک میذاره، میخواد بلند شه اما نمیتونه. هی ابی عبدالله صدا زد، عباسم پاشو بازم علم رو بردار از روی خاکا. عباس این همه را اومدم یه چیزی بگم، بچه ها آب نمیخوان یا ساقی العطاشا، بچه ها تو رو میخوان. عباسم چی جواب سکینه رو بدم؟ چهار تا جمله داره ابی عبدالله کنار بدن ابوالفضل. این چهار تا جمله روزه شب آتا سوای منه، از همه التماس دعا مریض دارم. رسید کنار بدن، تا نگاش به ابوالفضل افتاد، صدا زد الان انکسر زهری، کمرم شکست. همه شنیدید کمرم شکست. جمله دوم، حضرت فرمود من قطع رجایی، امیدم ناامید شد. این دو جمله رو خیلی ها میخونن، اما دو جمله بعد رو کمتر شنیدید، کمتر نقل میکنن. اوج روزه این دو جمله است. اول فرمود کمرم شکست، بعد فرمود من قطع رجایی، بعد فرمود و قلت حیلتی. نمیدونم اینو چجوری میشه معنا کرد، یعنی صبرم کم شد. اما من جایی محضر یکی از علمام این روزه رو خوندم، بعد روزه منو صدا زدن، فرمودن این جمله معنای واضحش اینه، درنگ نکن، خجالتم نکش، راحت معناشو بگو. گفتم چی بگم؟ گفت و قلت حیلتی، یعنی عباس دیگه بیچاره شدم، دیگه تو رفتی راه چاره از دست رفت. یه جمله دیگم ابی عبدالله داره، آدم باید داد بزنه به حال حسین، ناله بزنه. چی گفت ابی عبدالله؟ سادات منو ببخشن. اول فرمود کمرم شکست، بعد فرمود امیدم ناامید شد، بعد فرمود بیچاره شدم از داغت، بعد یه جمله فرمود صدا زد عباس بلند شد، شمو طبیع عدوی. معنا کنم امام زمان ببخشه، صدا زد عباس دشمن داره به حسین ناسزا میگه، روی دشمن به خیمه ها باز شده، پاشو ناموس حسین در خطر افتاده.
الله اکبر. از این داغ سنگین برگشت به طرف خیمه ها. کسی حسینو اینجوری ندیده بود. دیدن یه دست به کمر. یه نفر فقط میتونه سوال کنه. سکینه آمد جلو چی بپرسه؟ یه سوال کرد، اینه عمی العبا، بابا عمون کجاست؟ چه جوابی بده؟ دیدن رفت تو خیمه ابوالفز، عمود خیمه رو به زمین زد. زینب برید برای اسارت آماده باشید. آن که رفت و بر نگشت، ساقی حرم نبود. آن که رفت و بر نگشت، آبروی آب بود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ذبیح العطشان، و رحمت الله و برکاته.